در بزرگترین تحول قوانین ایمنی حمل و نقل در 50 سال گذشته، اتحادیه اروپا نصب سیستم محدود کننده سرعت در خودروها را اجباری خواهد کرد. بر اساس قانونی که به زودی در پارلمان اروپا تصویب می شود، ماشین ها تا 3 سال آینده به سیستمی مجهز می شوند که با تشخیص حد اکثر سرعت مجاز جاده ها، سرعت ماشین هایی که تند حرکت کنند را کم می کند. این سیستم بخشی از 15 فناوری ایمنی است که باید در همه ماشین ها به طور استاندارد نصب شود. از دیگر فناوری ها، ترمز خودکار برای جلوگیری از تصادف، سیستم تشخیص خستگی یا مستی راننده و دستگاهی مانند جعبه سیاه هواپیما برای ذخیره اطلاعات ماشین است. سیستم محدود کننده سرعت با کمک دوربین و جی پی اس ماهواره‌ای سرعت ماشین را در حد مجاز پایین می آورد. خاموش کردن این سیستم ممکن نیست، اما راننده در صورت نیاز به سرعت بیشتر برای سبقت گرفتن می تواند با فشار دادن پدال گاز سیستم را برای مدت کوتاهی متوقف کند. بنابر آمار اتحادیه اروپا، هر سال به طور میانگین 25,000 نفر در جاده های کشورهای عضو این اتحادیه جان خود را از دست می دهند و دلیل اکثر تصادفات خطای انسانی است. گروه های غیر دولتی که برای ایمنی بیشتر جاده ها فعالیت می کنند از این قوانین تازه استقبال کردند و می گویند چنین تحولی در قانون گذاری از زمان اجباری شدن کمربند ایمنی سابقه نداشته است.